اتفاقی توی که بازی ها بعد بازی مثلا ایران بحرین و پاره شدن تعهدات که من بازی کردی با اون تعهد پاره، این فکر خودش اصلا نشان دهنده شخصیت و وجود خودت بود. تو هیروشیما ما بازی با بحرین بود که تقریبا فکر کنم یه 20 دقیقه اینا اومده مونده بود بازی تموم بشه که دروازه‌بان بحرین لگد زد، حالا به کلی هم و همه چی پاره شد و بعد دیگه فکر کنم تعویضامون انجام داده بودیم. من فقط باور نمی کنم اون 20 دقیقه شاید 200 سال واسه هم طول کشید تا تمام بشه. من اومدم تو رختکن، همون تو رختکن بیهوش شدم و رفتم بیمارستان. بودیم اونجا مدیرایی بودن که اون موقع گوشی همراه بهشون داده بودن، خونه ما هیچ کس از من خبر نداشت. اومد بالا سر ما، حس نمیارم هیچ موقع این خانه ما هیچ کس از من خبر نداشت. بعد اومدیم گفتیم که اگه بشه، من نمیتونستم پاشم برم تلفن زنگ بزنم، شما لطف کنین یه خونه ما رو بگیرین که من صحبت کنم با خونه که بگم که نمردم، من رو زنده. متاسفانه دوبار گرفت، بعد دو دقیقه گفت اشغال، خداحافظ رفت. آقای عابدینی تا اومد بهش گفتم، رفت یه گوشی آورد گذاشت بالا سر من و دیگه راحت شدم با خانوادم. چون باور نمی کنم اون موقع تقریبا یه هفته فقط مادرم روزه گرفته بود تو خونمون که اتفاقی نیفته و من مرخص شدم که چجوری هم مرخص شدیم. من با لباس کیمونو اومدم، خدا شاهده، چون باید نمیدونم یه هفته بیشتر اینا من میموندم اونجا تا درمونم تموم میشد، مداوام تموم میشد، اما اون هزینه شد دیگه، چون المپیک تموم میشد، المپیک آسیایی، هزینه رو باید ما میدادیم. متاسفانه به خاطر اون ما با 10 تا سرم و نمیدونم با کیمونو همه چی اومدیم.